سلام. ضربات و صدمات دماغی یکی از حالات بسیار عاجل تیبی است که در بس موارد اگه به این رسیدگی نشه میتونه منجر به مرگ مریض شوه. تا تمپلمن دکتر در ایالات متحده در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا مهمان برنامه است و در مورد اشکال، درمان و پیامدهای صدمات دماغی معلومات میدن. دکتر صاحب خوش آمدین در برنامه. ضربی دماغی چی است؟ چقدر به چند شکل است و چقدر شدید بوده میتونه، چقدر خفیف بوده میتونه؟ آیا موقعیت یک ضربه هم حائز اهمیت است؟ اساساً از نظر شدت سه شکل خفیف، متوسط و شدید ضربه‌های دماغی وجود دارد که به سادگی توسط یک سیستم سنجش پاسخدهی و بیداری بیمار که به نام مقیاس کمای گلاسکو یاد می‌شود درجه بندی می‌شود. حتی رگ‌گذارها هم می‌توانند سطح و شدت ضربه را توسط این مقیاس تعیین کنند. پرسش‌های بیننده ما را می‌شنویم که در چه مورد از شما سوال دارند. سلام به دکتر صاحب برنامه. از چی فهمیده می شود که ضربه مغزی یک شخص خفیف است و یا هم متوسط؟ ضربه‌های خفیف مغزی که گاهی با گذشت زمان میتونه تاثیرات تهدید کننده داشته باشه، اکثر در آغاز نشانه و علامه واضحی نمی داشته باشه. ضربه‌های متوسط هم شاید عرض و علامت نداشته و یا هم توأم با سردردی، سرچرخی، گیچی، دلبدی، استفراغ، مشکلات خواب، مشکل تمرکز و اعراض از این قبیل باشه که بیشتر این گونه ضربه در نزد ورزشکاران به ویژه میان او کسایی که ورزش رزمی میکنند در نزد فوتبالران و غیره هم دیده میشه. در ضربات مغزی شدید فرد بیهوش شده و نظر به شدت ضربه حتی به کوما رفته میتونه. دکتر صاحب چقدر میتونه یک ضربه اگر بسیار شدید باشه زندگی فرد متاثر بسازه؟ ضربه شدید بسیار مخرب بوده میتونه. این ضربات بیشتر در نزد افراد مسن و در اثر تصادمات شدید مثل تصادم موتر، جروحات جنگی و از این قبیل به وقوع میپیونده. در برخی موارد ضربه شدید دماغی فرد برای تمام عمر معلول و ناتوان کرده میتونه. باز هم دکتر صاحب نوبت برای بیننده ما میتیم. با درود به بینندگان و دکتر صاحب برنامه، سوال ما این است که آیا یک فرد به کلی از ضربه شدید مغزی شفایاب شده میتواند؟ بفرمایید دکتر صاحب. شفایابی بیشتر با ضربه‌ای که فرد در آغاز برداشته بود ربط داره. در صورتی که ضربات متوسط باشه فرد به کلی شفایاب میشه، هرچند در برخی موارد شفایابی کامل از ضربه متوسط مغزی چند هفته تا چند ماه را در بر میگیره. در ضربات شدید مغزی شاید شفایابی ماها و تا سالها را در بر بگیره و شاید هم فرد هرگز به کلی شفایاب نشه. دکتر صاحب، طب عصری به ویژه در ایالات متحده کدام امکانات به خاطر درمان یا بیرون کشیدن بیمار در اختیار دکتر و بیمار قرار داده؟ اشکال مختلف ضربات دماغی وجود داره، اما در شماری از ضربه‌های شدید مغزی به عملیات جراحی نیاز است. بایال ضربه‌های شدید دماغی هنوز هم در سراسر جهان و تا کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده مرگبار است. خوشبختانه که با امکانات عصری امروزی از شمار زیاد مرگ و میر ناشی از صدمه‌های دماغی جلوگیری میشه. در مواردی که ضربه‌های دماغی توأم با خونریزی باشه، در صورت نیاز دکتران با وسایل پیشرفته محل آفت را تثبیت کرده و سپس از طریق یک دریچه کوچک در جمجمه و درمان بیمار میشتابند تا به نتایج بهتر برسند. چقدر بازتوانی بیمار شما گفتن که میتونه از زندگی بیمار دوباره به حالت عادی برگردانه؟ احیای مجدد و بازتوانی بدون شک تاثیر بسیار مثبت داره و فعالیت نرمال فرد اعاده میکنه. اما به خاطر باید داشت که ایکار الزاماً در نزد همه کسانی که صدمه مغزی دیدن صدق نمیکنه. هستند کسایی که از سطوح بسیار تخصصی و پیشرفته احیای مجدد و بازتوانی مستفید میشن، اما با وجود همه معلولیت و ناتوانی عمری می داشته باشند که ایالت بیشتر در نزد کسایی دیده میشه که ضربات شدید مغزی می داشته باشند. دکتر صاحب، باز هم پرسش آخرین بیننده ما را میشنویم. سلام دکتر صاحب، در یکان فیلم دیده می شود که یک فرد پس از یک حادثه برای همیش به کوما می رود. آیا این چنین واقعیت دارد؟
They're a very small percentage of patients. فیصدی بسیار کم افراد پس از ضربات مغزی به هوش نمی آیند و در کما باقی می مانند که به این حالت در اصطلاح طبی حیات دائمی گیاهی هم میگن. این بیمارا محکوم به بستر بوده و اکثر در اثر سایر عوامل چون انتانات و غیره می میرند. دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر، شما پیشتر گفتن که ضربات دماغی متوسط بسیار معمول است، به ویژه در وقت ورزش و سقوط یاد کردن. طفلا هم بسیار مفته، طفلا هم بازی میکنن یا بازی گوشی میکنن، صدمه میبینه. چقدر این حالت بر از اونا زیان بار بوده میتونه؟ کودکان هم دچار صدمات بسیار تباه‌کن و جدی دماغی میشن، اما خوشبختانه که دماغ کودکان استعداد و توانایی بسیار خوب ترمیم داره و اونا در اکثر موارد از صدمات مغزی شفایاب میشن. اما موارد را هم شاهد بودیم که کودکان دچار صدمات میشدن که تا پایان عمر منجر به معلولیت و ناتوانی اونا شده. تشکر دکتر صاحب، سپاسگزار هستم از بودنتان در اینجا. تشکر از شما.